درود بر همه دوستان، خدا قوت به همه شما که همراه ما بودین و این گفتگو رو با هم تا به اینجا ادامه دادیم. من سپاسگزارم. خب شرایطشون به خاطر این اینترنت خیلی سخت بود در تهران، افتخار دادن و ما در خدمتشون بودیم. خب موبه جان، دوباره درودی. دوباره درودی سپاسگزارم که واقعا وقت تو به ما دادی. توی ماشینم هستی، به خاطر اینترنت دشوارم هست و ما هم لذت میبریم هرچی که بیشتر بهره میبریم از گفتگویی با شما. من یکم دارم گفتگو میکنم تا دوستانی که هنوز به ما نپیوستن تشریف بیارن و ما ادامه گفتگو رو بدیم. ما به جا من یه دوباره گپی میزنم تا دوستان بیان بعد ادامه بدیم ماجرا رو. اون چیزی که دوستان گرامی ما تا اینجا بهش پرداختیم این بود که از دیدگاه پدیدارشناسی و هستی شناسی در نظام هستی هر آنچه که هست هست. ما اعتقاد داریم هر آنچه که در هستی اهورامزدا آفریده و هستی اون رو میچرخونه نیک هست و داد اورمزد هست و تمام ایزدان، ما 33 ایزد رو که نیاکان ما میشناختن که در طبیعت بودن، این ایزدان چرخاننده طبیعت هستند و هم در درون ما هم در نظام هستی وجود دارن. وقتی که ما میگیم ایزد آبان یا ایزد اردابیسور اناهیتا یا ایزد آذر یا هر کدوم از ورهرام، اینها یک ساختار نیرویی دارن که با اون ایزدانی که در نظام هستی درون ما هست پیوند میخورن و این سطح انرژی و سطح وجود ما رو میبره بالاتر و ما ارتباط بیشتری میگیریم با نظام هستی، با طبیعت و تن خودمون رو، اون قسمت گیتوی خودمون رو همگام میکنیم با قسمت معنوی و انرژی میگیریم. خب موبه جان، تصویر شما برای من ثابت شد. فکر کنم که آقای موبه رفتن. خب دوستان، پس من گمان میکنم که این موضوع رو کامل، جایگاه ایزدان رو، و وقتی که ما میگیم واژه آبزور میخوایم بخونیم برای تندرستی، تا وقتی که میگیم که آبانیشت میخونیم چون آبزور از آبانیشت برداشته شده و در خورده اوستا گذاشته شده، از یشت پنجم اوستا آبانیشت گرفته شده. ما وقتی که داریم پیرامون این گفتگو میکنیم، دوستان متوجه باشه ما داریم در مورد اون 33 تا نیرو، 33 تا ایزدی که در هستی هست، خب، و نظام هستی رو داره میچرخونه، اورمزد و ایزدان دارن میچرخونه نظام هستی رو، داریم پیرامون اون گفتگو میکنیم که در درون ما هم هستن، هر آنچه که در هستی هست هست و این ایزدان برای خودشون نوت داشتن، موسیقی داشتن، آوا داشتن، گیاه داشتن و همه اینها رو این ایزدان داشتن و نیاکان ما اینا رو کشف کردن. فقط ما بعد ازشون بهره ببریم و در درون خودمون اونا رو کشف کنیم. موبه جان، من تصویر شما رو ثابت دارم، نمیدونم، من یه بار شما رو ریموف میکنم دوباره بیاین آقای موبه، چون کلن نیست تصویرتون. من گمان کنم که دوستان
درود بر شما. خود بر شما. خب ما حرفامون رو گفامون رو گفتیم، حالا در خدمتیم، دوستان هم تشریف آوردن، ادامه بدیم. داشتیم پیرامون آبزور و واژ به نوعی دیگه میشه که این آبزور از یشت پنجم آبان یشت برداشته شده و در خورد اوستا اومده و بسیار قدرتمنده برای آبهای بدن، آتش نیایش هم که برای انرژی بدن هست. اون یشت، اون اوستای خورده اوستا که شافریدون هست، اون هم برای باد هاست، درسته؟ ما افسون شافریدون افسون شافریدون و من خودم اردیبهشتیش رو خیلی شدید میدونم برای جسم، برای خاک، برای تن و اون چیزا. یعنی میگم که ما اگه قرار باشه چهار تا عنصر بدن رو بهشون براشون واژه اوستای کوتاه همکیشان بخوام بخونن و بدن خودشون رو آره به تعادل، چون گشتا که موبدان میخونن و دستوران که خب هر کدوم برای خودشون دوباره ساختار داره و گفتگوی پیرامون اونا زیاد هست، ولی در حد کم و در خورد اوستا واژه‌هایی که هست رو در همین چهار تا نیایش و یش میشه دوستان بخونن و به تنشون تندرستی بدن. حالا در خدمت شما هستیم با اولیش آبزور. به امید خدا هست و ما چالش هم گذاشتیم دوستان، درسته، به امید خدا شادکامی و تندرستی و دوشارامی و تمام نیکان و عشقان همه جهان. اونجا من فقط یه نکته ای رو بگم. ببین اوستاهایی رو که خونده میشه، حالا اون مانترا پزشک شرایط خاص خودش رو داره، اون هر فردی هم که نیاز دارد که براش یک به قول معروف مانترای خونده بشه نیاز به مانترای خاص داره. یعنی نمیشه برای مثلا من آتش نیایش خونده بشه و برای تو هم، برای شما هم آتش نیایش خونده بشه. شاید من در اون لحظه نیاز داشته باشم آتش نیایش خونده بشم و شما در اون لحظه نیاز داشته باشی برات مثلا اردیبهشتیش خونده بشه. یعنی این قطعیت ندارد خوندن این. بله درست. هر فردی نیاز به یک مانترای خاصی دارد. یکی تعادل مثلا آبش به هم خورده، یکی تعادل مثلا آتشش به هم خورده. هر کدوم نیاز به اون اوستا دارن. حالا اینجا اون هنر مانترا پزشک که بتونه چیکار کنه، مانترای درست رو برای اون فرد بخونه. در رابطه با آبزور فقط یه نکته ای رو که من خیلی لازمه بگم که الان تهران شب شده، حالا نمیدونم کرمان چه داره. نه اینجا شب که نمیشه بخونی. شب شد دیگه. آبزور به هیچ عنوان نباید تو شب خوند. حالا دلیل چیه؟ چرا آبزور را نباید در شب خوند؟ آبزور هنگامی که سرایش میشه در کنار رودخانه ها و جویبارها خونده میشه و طی مراسمی که در اون ظرف به قول معروف روزین، اون ظرف فلزی آب و شیر قاطی میشه و خونده میشه و در قسمت های اون آب و شیر به اون جوب آب ریخته میشه تا این نیرو و زور، البته زور یعنی اون به قول معروف پیشکش مایه، پیشکش آب و شیر رو میگن زور، اون به تمام آبهای سطحی و غیر سطحی بره و نهایتا باعث افزایش انرژی تمام این آبها بشه. حالا دلیل اینکه گفتن شب نخونه این که آقا کنار رودخونه، کنار جویبار، آقا حواست نیست، چشت نمیبینه، ممکنه بیفته تو رودخونه غرق بشید. این یکی از دلایل واقعا دوراندیشی این نیاکان ما بوده و اینکه نمیگفتن آقا بری شب بخون، مشکل نبود که، ولی گفتن آقا شب نخونه چون همچین اتفاقی هم ممکنه بیفته. حالا دلایل دیگه‌اش که بحث‌های چرخه هستی و چرخه انرژی و بحث های الکترومغناطیسی زمین و اینا رو حالا دیگه واردش نمیشیم، بحث های مفصل جد. اما آبزور که حالا در جشن آبانگان، یعنی روز اورمز آبان ماه هست و اول زمستان بزرگ، یعنی اول زمستان بزرگ و از
امروز یه به قول معروف ایزد ربیجوان به زیر زمین رفته برای گرمای زمین، اینو باید در نظر داشته باشیم. این چند تا معنی خیلی جالبه، من اگر اجازه بدیم من سریع بگم که دوستانم بخش در خدمت شماست، بفرمایید. بهمین من همه ببین، اولا چون شب شده دیگه نمیشه آبزور خوند، که آبزور من فقط معنیشو میخونم، اونم قسمت هایشا میگه: می ستایم آب اردبیلسور اناهیته را که به همه سو گسترده، تندرستی بخش، دشمن دیوان. دیو یعنی چی؟ اومد دیو یعنی بزرگ، دیو یعنی بزرگ، دشمن دیوان یعنی چی دیگه؟ بی خودی بزرگ شده، بی خودی هر چیزی اندازه خودش، آقا بزرگش بکنی هم میشه دیو، هر چیز بزرگی. تعبیر زیبایی کردی موبت، خیلی عالی بود، من که آموختم. هر چیزی که بخواد من زیادی بزرگ بشه میشه دیو، من اگر زیادی بزرگ کنیم میشم دیو، اندازه خودم باید باشم. اهورایی کیش شایسته ستایش در جهان مادی و شایسته نیایش در جهان مادی است. سپندینه‌ای که افزاینده جان است، سپندینه‌ای که افزاینده گله و رمه است، سپندینه‌ای که افزاینده خواسته است، سپندینه‌ای که افزاینده سرزمین است. ببینید این نشون میده که آب چقدر ارزش داره، چقدر به قول من این ارزش آب رو داره نشون میده که در جاهای مختلف داره استفاده میشه. سپندینه که تخمه همه مردان را بار پاک میکند، که زهدان همه زنان را برای بارور بودن پاک میکند، که زایش همه زنان را آسان میکند، که همه زنان را شیر خوب به موقع میبخشد. ارزش آب و آب تمیز و پاکیزه و درست داره تو این چند کلمه گفته میشه. بسیار بزرگ و در همه جا نامور است. در یه قسمت دیگهش میگه: بشود فرهرهای عشوانی که زنده هستند و یا در گذشتند، آنهایی که به دنیا آمدند و یا هنوز زاده نشدند، به یاری ما رسیده و آبها را به طرف نزدیک در این رودخانه ها ببرند. یعنی آب راکت نمونه، آب حرکت داشته باشه، آب حرکت دار، آب انرژی. آب راکت چی میشه؟ میشه مرداب، میگنده و بوی بد ایجاد میکنه. آبی که حرکت بشه به سمت رودخانه ها بشه. آبیاری که ما میگیم آقا جون آبیاری باید مثلا جوب آب درست باشه، کرت رو درست ببندن، آب روش سوار بشه، اینا همش از کجا میاد؟ برای اینکه آب ارزش بالایی دارد و حرکت آب است که ایجاد انرژی میکند، ایجاد حیات میکند، به قول معروف سبزی و آبادانی میارد. آب راکت به هیچ دردی نمیخورد، واقعیت یه این آب به بداندیش نرسد، این آب به بدگفتار نرسد، این آب به بدکردار نرسد، به بیدین نرسد. بیدین یعنی چی؟ کسی که آقا وجدان نداره، یعنی اصلا نمیدونه اخلاق چیه، انسانیت چیه. به بدخواه نرسد، به بدخواه دوستان ما نرسد، به بدخواه همراهان ما نرسد، به بدخواه نزدیکان ما نرسد. ببین اینجا دیگه برای خودش دعوا نمی‌کنه، برای دیگران میگه، میگه آقا دیگران هم آسیب نبینن. اگه کسی داره به قول من دشمن دوست منه، دشمن همراه منه، آبی که مایه حیاتش بهش نباشه، براش نباشه. آقا این آب ارزش داره، آب برای دشمنی نیست، آب برای دوستیه، آب برای همراهیه، آب برای عشقه. میگه این آب نیک و بهترین داده اهورا شیوه گشایش کار کسی نشود که به کالبد آفریدگان بی آزار آسیبی رساند. من اینجا بحث های به قول معروف جامعه شناسی و نهایتا محیط زیست رو کاملا داره مطرح میکنه، که آقا این افراد شایسته این نیستن که بخوان چیز رو بگیرن، یک آب نیروبخش به قول معروف پر از انرژی و پر از حیات رو بگیرن، این افراد شایسته این نیستن. میگه یا آنکه دزد است، یا راهزن است، یا آدمکش است، یا کشنده شخص نیکوکار است، یا جادوگر است، یا نهان کننده نسا یعنی مرده است، یا رش میبرد، یا بخیل است، یا اشمو درو ناپاک است، یا مرد ستمکار است. ببین اومن جان، من خیلی سریع معنیشو خوندم، ولی حالا واجه خود اردبیلسور نیایش اون انرژی خاص خودشه، ولی میخوام بیام روز کلام مانتره
کلام اندیشه برانگیز. همین بند آخر رو شما نگاه بکنید ببینید چه صفت هایی رو میگه، که میگه آقا این افراد شایسته آب پاک نیستن، این آب پاک سپندینه نیستن. تمام صفت های یک به قول معروف کسی که از انسانیت به دور میشه شامل این شده: راهزن، دزد، آدمکش، به قول معروف دروغگو و و و این چند تایی که خونده شد. این آبی هستش که پاک برای آدمهای خوب، آدمهای چیز، همه زنها رو بارور میکنه، مردها رو آماده میکنه، همه چیز اینا رو داره میگه. خب بعد ببین دو تا مقوله داریم این وسط. یکی واج اوستایی آن به واسطه فرکانس و انرژی که تو خود کلام و به واسطه اون صوت خواننده، حالا فرد برای خودش میخونه یا برای کسی میخونه، ایجاد میشه که تأثیر کاملا داره بر روی اون بحثای مولکول های آب. اینو داشتم آخرین صحبتمون این بود. یه دانشمند ژاپنی یه کاری کرد، تأثیر دعا بر روی آب، کتابش هم هست. دانشگاه علمی خیلی زیاد تعبیرش نگرفتن چون شبه علم حسابش دارم میکنن. هر واژی انرژی خاص خودش رو روی مولکول آب میذاره. زیباترین بلوری که ایجاد شده بلور عشق بوده، کلمه عشق به همه زبانهای دنیا یه شکل بلور ایجاد کرده. نمیم کتابشو دیدی یا نیدی؟ بله، حدودا 10 تا 15 سال پیش خیلی بولد شد که تو دنیا که آره ولی چون آره ولی چون بحث دانشگاه علمی زیاد باش همراه نشدن کنار گذاشته شد. فکر میکنم نام اون علم که الان توی امریکا هم پذیرفته شده که با همین آبها و همیوپاتی، فکر میکنم اسمش هست. نه هومیوپاتی هومیوپاتی یه داستان دیگه ای هست. اونا میان از مولکولای به قول ما در حد نانو، نه در حد میکروگرم یا میلی گرم، در حد نانوگرم استفاده میکنن و بدن رو به اون مولکول ها رو وارد میکنن، حالا در تی داروهایی که هست، و بدن انگار که داره مثلا اون داروی اصلی رو با مثلا در حد میلی گرم میگیره. اون یه داستان دیگه است. ولی همین بحث آب ما دارم چی میکنه و این دو تأثیری که این دعا داره. ببینید من تجربه شخصی خودم رو دارم میگم، اصلا چیز نمیدونم، حالا شاید شد هممون میدونیم وقتی لیمو شیرین رو میبریم ظرف نیم ساعت تلخ میشه، این قبول داری یا نه؟ بله. ولی هنگامی که ما داریم اوستا میخونیم، مثلا گهنباری خونده میشه چیز میشه و لیمو شیرین بریده میشه، تجربه من 24 ساعت عدم تلخی لیمو شیرین در اصل چی؟ در اصل به نظر من تأثیر اون باج اوستا بر روی مولکول های آب و اون مولکول های به قول من رو تلخی اون لیمو شیرین. اصلا این میزو که ما یشته میکنیم با برگ مورد آبی که هست، آب و گلاب رو یشته میکنیم، این ساختار اصلا به همین انرژی هاست که اون خوراک دقیقاً ببین خوراک این سفره یشته میشه. دقیقاً این بحث انرژی. حالا ببین ما توی آبزور در چند جا ما آبزور خونده میشه دیگه، درسته؟ یکی در زمان مثلا جشن آبانگان مثلا آبزور خونده میشه، آبانیش خونده میشه. حالا آبزور گفتی از آبانیش اومده که یشت پنجمه. البته آبزور اون چیزی که ما در خورده اوستا میبینیم کاملا یشت فکر میکنم 65، الان حضور ذهن ندارم، میگم یشت یست 65. یه چند لحظه اجازه بدید من کتاب یه نگاهی بندازم. 65 بود، من دیدم آقای 65. بله. بس 65. آره دیگه از 65 بند یک شروع میشه. خب حالا اون هم میخوام بگم آبانیش یا احتمالاً یشت طولانی هم هست، یه یشت بزرگیه. قسمتی از اون یشت آوردن تو گسما 65 گذاشتن و از همونجا خورده اوستا رو گرفتن که آبزور رو به قول معروف استفاده شده. یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت، صحبتش اون چی بود؟ در مورد پیرامون این بود که آبزور از من گفتم اختباس شده از یشت پنجم نه میدونم، متوجه شدم یسنا 65 شروع شده، یعنی در یسنا بوده این واژه که آبان یشت از یسنا اومده.
نه نه آب آبان یش یه یش بزرگ عزیز خیلی آبزور، طولانیه. آبزور از آب اینا. آبزور رو از یسنا 65 گرفتن. خود یسنا 65 میشه گفت تقریبا خیلی از واژه هاش از یشت آبانیش گرفته شده. اما نکته ای که وجود داره، ما آبزور رو برای خب در جشن آبانگان خونده میشه، در روزهایی که مثلا فکر می‌کنیم لزوم به بارندگی و آبی آب فراوان اینا داشته باشه ما خونده میشه در کنار رودخانه ها و جویبارها. اما رسم در این است که حالا حداقل تو یزد همچنان خوشبختانه این رسم وجود داره، میگن تازه داماد را بعد از فردای عروسی میبرن کجا؟ پای یه جوب آبی و آبزور براش میخونن. پای تختیش بله. چرا؟ تو پا تختی یعنی صبح پا بارور شدن تخم این که یکیش میتونه این باشه. یکی ببین صحبت اینه که آقای داماد شما اومدی بغل جوب زمین کشاورزی کار کن، تلاش کن، زندگی رو بساز، حرکت داده دو شروع کن. من پرسش ها رو میخونم آبه جان، شما بحثتون ندارم. این که آقای داماد زندگی یعنی حرکت، انرژی. نگاه کن آب داره حرکت میکنه تو جوب آب، قرار کشاورزی کنیم. حالا کشاورزی سمبل از آبادانیه. آقای داماد اگر میخوای زندگی زندگی خوبی داشته باشی، به قول معروف اصطلاحاً اردبیلی‌سور انایتا حامی و پشتیبانت باشه، حرکت کن، زندگی رو بساز، تلاش رو بکن، پیشرفت بکن، آبادانی بساز، آب نذار راکت باشه. آب راکت بی خوده، آب باید حرکت بکنه. انرژی آب رو به همه برسون، کشاورزی بکن، از اون کشاورزی به قول معروف محصول برداشت بکن، خودت استفاده کن، به دیگران بده. ببین نهایتا تمام رسم و رسوم ها، من اینجوری میخوام بگم، تمام رسم و رسوم ها یک فلسفه کاملا بسیار زیبا برای زندگی فردی و اجتماعی ایجاد که این با این شرایط، حالا با هر چیزی که هست، این ابستایی که خونده میشه، اینا ما حرکت رو چیز بکنیم، به عنوان حرکت داشته باشیم، به عنوان به قول ما تلاش داشته باشیم، به عنوان زندگی داشته باشیم. اونجایی که میگیم آقا و محیط زیست و حفظ محیط زیست، اونجایی که تو آتش نیایش میخونیم آقا بوی ناخوش نرسد، چوب تر نرسد، برای چی؟ برای اینکه آتش آلوده ایجاد نشه، دود نکنه، هوا کثیف نشه، مردم از بین نرن. آب رو میستاد، میگیم آقا این آب به این افراد نرسه، این افرادی هستن که آب آلوده میکنن، زباله میریزن داخل آتش، داخل آب. به قول معروف حالا نمیدونم تو کرمان چجوریه، تو تهران شما یکی از این رودخانه فصلی تهران رو بری اصلا میبینی واقعا آدم گریهش میگیره، هر چی زباله است میبینی اون توه، اصلا رغبت نمی کنی کنارش بری. پس ببین این تمام این حالا نیایش ها در کنار، ببین من این برای اعتقاد شخصی خودمه، تمام این نیایش ها حالا هر کدومی چی میکرد یه قسمت واج دارند که اون به واسطه اون صوت، به واسطه اون واج، انرژی اون کلام اثر خودشو داره. یک بخش معنی دارن که کارکرد داره، که کارکردشون به قول معروف حفظ و بهینه‌سازی ساختار زندگی فردی، اجتماعی و محیط زیستیه. حالا کسی مثلا برد میکنه که با واج انرژیشو ببره بالا، با معنی کلام زندگی شد، زندگی خود و دیگران و محیط زیستش رو بتونه چیکار کنه؟ حفظ. و یعنی من 100 سال سیام به قول من رو انرژی خودم ببرم بالا، محیط زیستم رو آلوده کنم، به درد نمی کنم. بله دیگه، این یه پیونده دیگه، همه با هم پیونده، دقیقا پیونده. اما من میام جان، بزرگان سرخپوست از این پیران سرخپوست میگه که بشر باید به جای برسه که بفهمه پولا نمیتونه بخوره، اون موقع است که اهمیت محیط پیرامونیش رو میفهمه که باید پاسداری کنه از این جنگل و کوه و درخت و آب و اینا رو نابود نکنه. متاسفانه ما به شدت در حال نابودی و تخریب پیرامون زیستیمون هستیم. حالا دیگه چی پیش بیاد، تمام این ایزدان از ما ناخشنودن و امیدوارم یاری برسونن که ما بتونیم محیط زیستمون و محیط پیرامونیمون رو
پاسداری کنیم حداقل تا اونجا که خودمون میتونیم و تو محیطی که هستیم این کار رو انجام بدیم. در خدمت هومن جان، گفتی ناخشنودی ایزدان اهورامزدا، من اینو برمیگردونم به اعشاب. حالا شما گروه پویندگان راه اعشاب هستی، بسیار عالی. ببین عشا یعنی چی؟ یعنی اون هنجار هستی، یعنی اون پیوندی که همه اینا وجود داره. خب من مهراب، اگر وردارم مثلا یک گباله‌ای رو توی آب بریزم، کاری غیر عشویی کردم، نتیجهش این میشه که وقتی دارم مثلا از بغل یک رودخونه دیگه ای رد میشم، بوی تعفن بیاد به مشامم برسه، حالم بد بشه. پس یعنی این واکنش طبیعیه. آقا تو یه کار اشتباه میکنی، یه کار اشتباه جوابتو میگیری، محیط زیست رو خراب میکنی، محیط زیست به آسیب میرسونه. حالا ناخشنود جهان هستی ناخشنود میشه، درسته؟ و به واسطهش ما هم ناخشنود. اینجا دو حالت داریم، یا باید وظیفه ایجاد بشود از سوی به قول معروف قدرتمندان و دولت مردان و حکومتیان که آقا وظیفه داری که آشغال نریزی تو آب، یعنی اون حفظ محیط زیست را وظیفه از بالا اجبار بکنه، که شاید جوابی نگیره چون وظیفه است. دولت مردان و بزرگان میتونن فرهنگ ایجاد کنند که با فرهنگ من مهراب خویشکاری پیدا کنم که آقا محیط زیستمو آلوده نکنم. هرگاه من مهراب، شمای هومن و و و و تعداد بسیار زیادی از انسان ها به این خویشکاری رسیدیم، اون موقع است که چی میشه؟ شروع میکنیم حفظ محیط زیست. محیط زیستمون چی بشه؟ به قول معروف خوشنودی روان آفرینش ایجاد میشه، جهان هستی خوشنود میشه و خود به خود اون چرخه سیستم انرژیش شروع میکنه به بیشتر کار کردن. این دیدگاه منه، حالا انشالله نمیدونم چقدر درسته. برای در خدمتتون. قربونتون موبتم. خیلی خوشحال شدیم، خیلی گفتگو ارزنده با هم داشتیم. من گمان میکنم که بیشتر جاها و مطالب رو گفتیم. دوستان اگر پرسشی هست بنویسید که با موبت مهراب گرامی ما گفتگو کنیم پیرامونش، اگرم که نیست یه جنبندی کلی میکنیم در مورد اینکه واژ اوستا، واژ سپندینه اوستا یک ساختار صوتی داره که این ساختار صوتی در تمام واژهایی که در نسخه‌های قدیمی ما هست همراه بوده و این صوت‌های بسیار قدرتمند باستانی هستند. ایزدان اون نیروهایی هستند که چرخه طبیعت رو همراه با چرخه درونی انسان و چرخه درونی تمام موجودات، یعنی این چرخه همازور هست که در ساختار معنوی هدایت میکنن و وجود دارن و ما برای این ایزدان در قدیم هم گیاه داشتیم، هم موسیقی داشتیم، هم آوا داشتیم، هم فلسفه داشتیم، همه اینا رو داشتیم و هم داستان داشتیم، یعنی اسطوره داشتیم که حالا این شکل اینا این شکلیه و این ساختارها این شکلیه. موضوع اینه که ما سه تا ایزدان رو هم کمک حال و یاریگر خودمون در درون خودمون میگیریم و وقتی که این ایزدی در جهان مینو همراه با ایزدی که در درون من هست، در قسمت مینوی من هست، در حد نظام هستی هست، من اون رو صدا میکنم با اون موسیقی که در اوستا به اون ذکر شده، اون آوا رو به کار میبرم، اون آوا هم برای من یونیک هست، یکتاست، برای من یک گونه، برای من ویژه است. اونجوری که آبزور رو برای موبت مهراب میاد، برای هومن نمیاد، یا هر کدومون یک نوع خاصی آبزور رو میخونیم ولی درست میخونیم، واژه ها رو همونجور میخونیم، مکس ها رو درست رعایت میکنیم و این باعث این میشه که یک صوت باستانی پایدار بمونه و پاسداری کنه و ارتباط بگیریم با نظام هستی و
ایزدان و این انرژی رو در درون خودمون بارور کنیم و این انرژی خوبی که تولید میشه توی این ارتباط بتونه برای تندرستی تنمون و اون انرژی که ما به پیرامون خودمون میدیم کارساز باشه. و قسمتی که از معنا برمیاد که پند و اندرز میده که ما باید پاسدار پیرامون زیستیمون باشیم، هر کدوم از این ایزدان داره یک انرژی و یک نیرو رو در هستی هدایت میکنه و مراقبت میکنه و پاسداری میکنه. اردویسورانایتا از آبها، آبانی زد از آبها و داره پاسداری میکنه و وقتی دارن پاسداری میکنن و خوشنود نیستن وقتی که ما آلودگی میکنیم و این معناها همه همراه ما هست در کنار اون صوتهای باستانی و اینا همه یک مجموعه هست که باعث این میشه که ما درست زندگی کنیم و از وقتی که درست زندگی کنیم تندرست. مبد مهران، من یه جنبندی کردم، حالا اگر که فکر گمان میکنیم بسیارم عالی، بسیارم عالی، سپاسگزارم. مبد من یکی از دوستان مثل که پرسش کرده بود که آیا علم همسویه این نیایش ها رو قبول داره، یه همچین سوالی بود گویا. ببینید بحث این که علم آیا اینا قبول داره همسو هست و اینا، یه چند تا چیز رو براتون بگم. ببینید علم چیکار میکنه؟ علم میاد میگه این چیزایی که با تجربه، اگر در اثر با تجربه بشه انجامش داد، با آزمایش بشه انجامش داد، خب کامل علمه و قابل تکرار باشه، اینه علم میره. بعد یه جایی هم هستش که میگه آقا اگر بتونه ردش بکنه که این چه خرافات، مثلا توی چش زخمی که مثلا میگن آیا چش زخم وجود دارد یا وجود ندارد، خب حالا بحثش کاملا جدا. آیا این که تخم مرغ رو نمیدونم سیاه میکنه، ما نمیدونم چی میکنه، ما میشکنیم و اینا اثر داره، خب این علم ردش میکنه، این میشه خرافات. ولی حالا وسط این چیز یه جایی هستش که علم نمیدونه که آقا تکلیفش با این چیه، نمیتونه ردش بکنه، نمیتونه قبولش بکنه. اینجا اون بحث شبه کمه، براش کمه. ببین حالا یه موضوعی که هست، ما یه چیزی می‌دونیم به نام علم، یه چیزی داریم به نام دانش. این دوتا با هم، این مقوله با هم فرق میکنه. علم صاحب میگه از هر چیزی که بشه با تجربه و آزمایش ثابتش کرد، این مقوله علمیه. آقا فیزیک، شیمیه، نمیدونم محاسبات داشته باشه، اینو آقا این علم. حالا میگم یه چیزی هست فراتر از علم و اون دانشه که شامل علم و چیزهایی میشه که غیر از بحثای چیز ایجاد میکنه، غیر از بحثای محاسبات فیزیکی و اینا رو ایجاد میکنه، بحثای حس احساسی. دقیقا میخواستم همین حسه، بحث شهوده، بحث به قول معروف مثلا من دارم میگم حسی. آقا علم میگه بارون میاد، وقتی بارون میاد خاک خیس میخوره، بوی نم میزنه بالا. این علم میتونه ثابتش بکنه، آره بوی هر موقع بارون میاد به خاک، بوی خاک میاد بالا. حالا اون شهود حسی منه یا حس هومنه که میگه آخه چه پاییز دلنگیزی، نه یا چه پاییز غمنگیزی، دو تا حس با یک چیزه، به قول من با یک فیزیک دو تا حس مختلف ممکن ایجاد بشه و حسای مختلف دیگه. خب حس رو کسی نمیتونه تجربه کنه، حس تجربه شخصی فرد. درسته ما میگیم در احساس مثلا این حس رو کردیم، این ماده شیمیایی ایجاد شد، این به قول معروف واکنش شیمیایی ایجاد شد در مغز، این اتفاق افتاد، مثلا فلان سروتونین به این تعداد با چیز داد، اکسیتوسین اینقدر داد، و حالا هر کدوم از این مواد شیمیایی که تو بدن وجود داره. ولی میشه گفت یک چیز تجربیه، یک چیز شخصیه. آزمایش حالا اگر بشود آزمایشش کرد، یعنی این حس ها رو برد توی تجربه علمی که آقا من احساس شادمانی کردم با این کار، خب خونمو بگیرم بگن خلاص مثلا سروتونینش رفت بالا، 50 نفر 100 نفر 1000 نفر این رویداد ببینن، این حس داشته باشن و هر این 1000 نفر بگن آقا طی این تجربه که مثلا بوی نم شادی میاره خونشونو گرفتیم، سروتونینشون رفت بالا،
پس سروتونین باعث شادی می شود و اینکه بوینم باعث افزایش ترشح سروتونین میشه. مثلا حالا من ببخشید اصطلاحاتم به کار میبرم چیزه این اصخایی میکنم خودش با. خب آره علم اون خمسو میشه میگه آقا حس شادی به واسطه ایجاد سروتونین است. حالا بوی خاک ایجاد میکنه. حالا اگه همین هزار تارم بیان هزار تای قمنگیز هم بگیرن همین ماده ترش بشه وقت آنچه کار کنن از سروتونین نمیتونه هم شادی ایجاد کنه هم غم ایجاد کنه. اینجا یه مقدار ایجاد چیز میشه به قول معروف علم کم میاره. میخوام بگم علم کم میارد ولی دانش و نهایتا خرد، چون خرد مجموعی از دانش و تجربه و بینش است. میگه نه من اینو تجربه، من تجربهش دارم میکنم. علم تا اینجا میاده، از اینجا به بعدش علم نیست، از اینجا به بعدش حسه، از اینجا به بعدش ادراکه، از اینجا به بعدش به قول خودت شهود و کشفه. اینه دوست عزیزمون که پرسیدن آیا علم همسو است؟ در بسیاری از موارد همسو است، در بسیاری از موارد هنوز نتونسته به پای این ادراکات و شهودات برسه. این واقعیته. نقض نکرد؟ خیلی میخوان نقضش کنن. ببین علوم به قول معروف عالمان ماتریالیست، اینجوری استعلم ما عالمان مادیگرا بسیار دنبال این هستن که این شهودات و ادراکات رو نقض کنن، ولی کم، ولی نمیتونن. یعنی واقعیت که نمیتونن، ولی نمیم چرا، یا هنوز به اون مرحله نرسیدن بتونن نقض کنن، به اون علمه نرسیدن که بتونن نقض کنن، یا واقعا در توانشون نخواهد که بتونن نقض. ما به جان ببینید علم نوروساینس داره ثابت میکنه خیلی از مسائل اون ساختارهای نورونی مغزی و بحثای انگاره ها و بحثایی که ارتباطاتی که انسان ها با خودشون میگیرن. شما وقتی که علم ثابت کنه تو چقدر خودتو میتونی کشف کنی، این کشف پیرامون که خیلی ساده تر. یعنی که من گمانم اینه که به زودی علم هم این کشف خواهد کرد، چون نظام هستی که نظام هستی هست. یعنی که ما نمیتونیم بگیم ساختار نظام هستی، هنجار هستی، اشیا دارد یه شکله، یک قانونه، یک هنجاره. برای همین این باید کشف بشه. حالا الان کشف نشده، در آینده کشف خواهد شد. و اون چیزی که من واقعا بهش اعتقاد دارم، امروزه ما هوشیاریمون و شناختمون نسبت به پیرامون زیستیمون نسبت به گذشته بسیار پایین است. یعنی ممکنه خیلی تکنولوژیمون رفته بالا، ولی هوشیاری، روش زندگی و درست زندگی کردنمون بسیار پایین است. ما خیلی چیزها فراموش کردیم. توی ایران تازه در یه سطح بسیار معقولی هستیم. شما در سطح جهان وقتی نگاه میکنی که چجوری دارن ضربه میزنن به پیرامون زیستی واقعا، و این که واقعا نمیدونن. ما یک خرد نژادی داریم، یعنی در درازای 12,000 سال در درون ما این هست، یک فرهنگ هست که ما اگر داریم یک کاری رو میکنیم، مثلا حالا ما خودمون میگیم، مثلا ما هیچ وقت آب دهانمون رو بر روی زمین نمیارزیم، و اگر این کار کردیم دهنمون به شدت قلقلق میشه، خب یعنی اذیتمون میکنه. این شما فکر کن که خیلی جاها توی دنیا اصلا این جز فرهنگشون شاید باشه که آب دهنشون بر روی زمین بریزن، و این خب داره پیرامون زیستی رو آلوده میکنه، بهداشت رعایت نمیکنه. خیلی چیزایی هست که ما در گذشته داشتیم امروز فراموش کردیم، و امیدوارم که ما بتونیم روش درست زندگی کردن و زندگی سالمی که بتونیم خودمون تندرست باشیم. یعنی همه اینا تاش برمیگرده که من به عنوان یک انسان که در ایران دارم زندگی میکنم شاداب باشم، احساس خوبی بکنم و لذت ببرم و کوشش کنم که این رو گسترش بدم، هر آنچه که همراه من تا به امروز مونده. امید خدا باشد که همینجوری باشه. دکتر جان خیلی زحمت کشیدی، واقعا وقت در اختیار ما گذاشتی، تو شرایط سختم بود به خاطر نبود اینترنت توی منزل، اومدیم بیرون و من شرمنده کردیم. دوستان هم خیلی سپاسگزارم که این یک ساعت و نیم رو با ما بودید، و امیدوارم بهره برده باشید از این گفتگو. من خیلی سپاسگزارم. یک گفتگو آخری رو اگه دارید ما به مهرام گل برای دوستان بکنیم و دیگه برنامه رو پایان بریم. سپاسگزارم از اینکه صحبت‌ها رو شنیدن. یه درخواستی دارم از تمام دوستان.
هر چیزی رو قبول نکنید ولی همه چیز رو تحقیق کنید، پژوهش کنید تا بتونید یاد بگیرید. اگر واژه اوستایی رو گفته میشه معنیشو بخونید، حالا اونایی هم که میتونن واژهشو بخونن و تجربه کنن، تجربه اون حس رو داشته باشن همراه با معنی، اون اندیشهشون برانگیخته بشه همراه با واژه، اون حس رو تجربه کنن. به قول معروف اگر به چیزی رسیدن، دریافتی داشتن، ما رو هم در نظر بگیرن، به ما هم یاد بدن. بگم قربونت، تندرست باشی. هم بود شاد باشید. زحمت کشیدید، خیلی متشکرم. درود فراوان به خانواده برسید. خدا نگه. همچنین خدا. خب دوستان گرامی، گفتگوی امروز رو به پایان رسوندیم. من خواهش میکنم که دوستانی که تمایل دارن همراه ما در هماورد آبانگان هم‌حضور بشن با واژه آبزور نیایش، من برگه های رویه های این واژه رو به خط دین دبیره و خط پارسی کنونی میگذارم در رویه، میتونم به اونا رجوع کنن. دوتا آبای موبدان بزرگ، موبد مهربان پیروزگری و موبد کوروش نیکنام رو هم برای شما گذاشتم. واژه اوستا برای آنکه بر شما بنشیند و بیاید نیاز دارد که شما آن را با آوای بلند بخوانید. یعنی اینکه این گونه است که شما شروع میکنید به خوندن واژه اوستا و درست خوندنش و خودتون رو رها میکنید. خود این انرژی و خود هر آنچه که بهش باور دارید به کمک شما میان و این واژه در درون شما نهادینه میشه برای تندرستیتون، برای بهره بردن، برای یادآوری و گوشزد کردن که ما در این ماه، در ماه آب، در ماهی که قرار آبهای جهان افزون بشه و هر روز شاید باران باشیم، جویباران پر از آبهای نیکو باشه، توی جو آشغال نریزیم، اگر گروه هایی داریم بریم و طبیعت پاکسازی کنیم، مخصوصا آبها رو پاکسازی کنیم. هر کسی هر گوشه‌ای کار این هستی و این طبیعتی که ما داریم توش زندگی میکنیم پیرامون زیستمون رو بگیره، این مفاهیمی که همراه گاه شمار همراه ما هست رو جدی بگیرید و بدونین که همه اینها آموزنده است برای ما. پس کسایی که میخوان هم‌حضور بشن در هماورد آبانگان و آبزور نیایش بخونن، شروع کنن به خوندن، از هیچ چی نترسن. خود واژ اوستا سپندینه یاور و پشت و پناهشون هست و براشون میاد. و در این ماه، در ماه آبان که امروز روز اورمزد آبان هست، کوشش کنیم آبها رو پاکیزه نگه داریم، کوشش کنیم محیط پیرامون زیستیمون رو پاکیزه نگه داریم و نیایش کنیم به دادار اورمزد که آبها رو افزون کنه و بالاخره ما در کشورمون مسئله کمبود باران رو داریم و امیدوارم که نیایش های ما کمکی بکنه به همه خودمون و همه نظام هستی رو یک پارچه کنیم و هم‌حضور کنیم که آبها انرژی های خوبی بگیرند و خب این آلودگی هایی که ما انسان ها بر اونها داشتیم رو ببخشند و ما کوشش کنیم که پاکیزه کنیم آبها رو و این انرژی و این نیروی هستی کاری بکنه که باران زیاد شود و خوشنود باشه همه نظام هستی از ما که داریم زندگی میکنیم و انرژی خوبی داشته باشیم، انرژی های درونمون با انرژی های پیرامون هستی یکی بشن، هم‌حضور بشن و حس بسیار خوبی رو تجربه کنیم. شاد و تندرست و پیروز باشیم. خدا قوت به همه شما عزیزان تا آینده. خدا نگهدار.